یک سری از دستورات مربوط به شبکه هستن که شما باهاشون کار میکنید. دستورات خیلی خیلی مهمی که در شبکه وجود دارن در اینجا بهتون نشون میدم. یک سری از دستورات ساده هستن مثل get mac و اگر شما این رو تایپ بکنید مک آدرس کارت شبکه شما به شما نشون داده میشه و همینطور نشون میده که در کجا درایورش ذخیره شده. این آیدی هم هستش که در اینجا برای اون درایور در نظر گرفته شده. این مک آدرس کارت شبکه شما هستش. کم پیش میاد از این دستور استفاده کنید. بیشتر دستوری که استفاده میکنید IP config هستش و پشت سر IP config شما پارامترهای خیلی خیلی زیادی دارید. مهمترینشون all هست. تمام اطلاعات مربوط به کارت شبکه شما در اینجا نشون داده میشه. چند تا از کارت شبکه های شما کارت شبکه های واقعی هستن، چند تاشون غیر واقعی یا مجازی هستن. برای من یک کارت شبکه وجود داره که اسمش هست local area connection و همونطوری که ملاحظه میکنید IP آدرسی رو دریافت کرده. اطلاعات این IP آدرس خیلی خیلی مهم هستش. اول از همه auto configuration enabled است. این یعنی که من این آدرس دستی وارد نکردم بلکه اتوماتیک دریافت شده و DHCP enabled هستش، یعنی که این از DHCP قرار هست آدرس رو دریافت بکنه. وقتی که auto configuration enabled و DHCP enabled هست یعنی که آدرس از DHCP سرور دریافت بشه. و کدوم آدرس دریافت شده؟ IPv4 address 192.168.100.133 این است در واقع سرور DHCP من در شبکه دریافت شده و سابنت ماسکش هم ملاحظه میکنید 24 بیت هست 255.255.255.0. اطلاعات دیگه شامله که این آدرس کی دریافت شده و کی از بین خواهد رفت، کی اکسپایر میشه در اینجا وجود داره. راتر من آدرسش چی هست؟ دیفالت گیتوی من نشون میده که راتر من در شبکه آدرسش چی هست، آدرس DHCP سرور من چی هست و اطلاعات دیگه مثلا ID DHCP سرور و اینجا چیزها در اینجا وجود داره. و همینطور من آدرسی از DNS سرور دارم به عنوان آپشن هایی که از DHCP سرور دریافت شده و وین سرور دارم و همینطور نت بایاس اینیبل هست یا نه در اینجا وجود داره. یه سری آدرس ها وجود، یه سری کارت های شبکه همونطور که ملاحظه میکنید مثل IZTAP Teredo و اینها برای IPv6 تانل ها هستن. IPv6 تانل ها موضوع بحث من در اینجا نیست، اینا مجازن ایجاد میشن که بتونن در شبکه هایی که IPv4 دارن ولی همچنان دارن به سمت IPv6 میرن ازش بشه استفاده کرد. IP config به شما کمک میکنه که بعضی مشکلات رو هم حل بکنید. اگر آدرسی رو ندارید میتونید در دستور IP config /renew استفاده کنید. ipconfig/renew خودش دو تا دستور رو بر من در واقع میاد انجام میده. یکی دستور ریلیز هست و یکی دستور در واقع دریافت IP آدرس جدید. ملاحظه میکنید که ipconfig/renew بر من میاد چیکار میکنه؟ IP آدرس جدید رو دریافت میکنه از سروری که DHCP سرور من است. منتها خوب میکنه نسبتا سریع اتفاق میفته چون بر من DHCP سرور فوق العاده نزدیکه و هیچ تأخیری هم نداره. اگر IP config رو من در اینجا با علامت سوال بزنم یکی دو مورد جالب توجه و مهم اون رو هم شما در اینجا ملاحظه میکنید. Release IP address میاد بر من جدا میکنه از کارت شبکه. عرضم به حضور شما که Renew رو که الان دیدیم Renew 6 بر من IPv6 address رو دریافت میکنه. Release و Release 6 رو هم در اینجا داریم. اما مهمتر از همه اینها فلاش DNS است. یکی از ارورهایی که خیلی خیلی اتفاق میفته این هستش که شما دارید اینترنت میچرخید ولی بعضی از IP آدرس ها درست نشون داده نمیشن، بعضی از سایت ها درست براتون باز نمیشن. ممکنه که حدس بزنید برای رسیدن به اون سایت ها IP آدرس درستی الان روی سیستمتون وجود نداره. چیزی که در کش هست قدیمی هست و درست کار نمیکنه. بنابراین میاد چیکار میکنید؟ از فلاش DNS استفاده میکنید و DNS ریزولورتون براتون کلن خالی میشه. این از این چیزهایی هستش که خیلی خیلی پرکاربرد از زمانی که مخصوصا اینترنت گردیتون دچار مشکل خواهد شد. حالا اگه من بخوام برای یک کارت شبکه خاص دستوری رو اجرا کنم میتونم بیام آدرس اسم اون رو بزنم. ممکنه من شبکه هم مثلا در این کامپیوتر چندین کارت شبکه موجود باشه. مثلا فرض کنید من میزنم ipconfig/renew و میخوام برای local area connection هم که اسم اون کارت شبکه هستش این کار رو بکنم. ببینید که اگر من network and sharing center رو باز کنم
اسم این کارت شبکه هم هست Local Area Connection. البته شما میتونید اینو جابجا کنید و رینیمش کنید. برای رینیم کردنش هم میتونید وارد Change Adapter Setting بشید، کلیک راست رینیم بگیرید و رینیم رو بزنید. مثلا فرض کنم من اینو تغییرش بدم به LAN و اسمش عوض میشه. بعدا هم IP Configure اگه بزنید اسمش LAN میاد. من چه چیزی رو میخوام رینیو کنم؟ LAN رو میخوام IP آدرسش رو رینیو کنم. و همونطور که ملاحظه میکنیم یک ادپتر LAN IP آدرسش رینیو شد و این آدرس جدید در اختیارش اومد قرار گرفتش. یه سری موارد دیگه هم برای شبکه وجود دارن که اینا خدمتتون برگردم بگم. ایجاد شیرها و کانکت شدن به شیرها از طریق کمند پرامپت برای من امکان پذیر هستش. من میتونم برای کانکت شدن به یک شیر بیام یک مای کامپیوتر باز کنم و در این قسمت بک اسلش رو بزنم و آی پی آدرس سروری که قراره بهش کانکت بشم یا اسم سروری که قراره بهش کانکت بشم رو وارد کنم و اینتر رو بزنم. همونطور که ملاحظه میکنید اینجا شیری وجود داره برای من که اسمش از ویندوز 7x64 و میتونم برم وارد بشم و درش شیرهای دیگر رو ببینم، یا اینکه بک اسلش رو بزنم مثلا شیرهای کامل تری رو ببینم. بذار یه شیر من در جای دیگه ای دارم روی همین 192.168.0.101 که ریفرشش کردم، اسمش از فیلم و میتونم بهش دسترسی پیدا کنم به این شکل. و همونطور که در قسمت بالا ملاحظه میکنید آدرس شیر به این شکل نوشته شده. من اینو کپیش میکنم. من البته میتونم بدون این همین کار انجام بدم، ولی خب میتونم در اینجا بیام چیکار بکنم؟ از دستور نتیوز استفاده بکنم. دستور نتیوز برای من میاد یک درایو لتر رو ایجاد میکنه. اگه علامت سوال پشت سرش بذارم یه مثال خیلی قشنگی رو در این پایین داره. میتونم مشخص بکنم که کدوم درایو لتر اختصاص پیدا بکنه به این جایی که الان دارم بهش کانکت میشم. فرض کنید تایپ میکنم که نتیوز، اسم درایو رو بذارم زی دو نقطه و این به کجا کانکت میشه، یعنی اگه من بزنم زی دو نقطه به کجا کانکت خواهد شد؟ به این آدرس. دو تا بک اسلش رو میزنم 192.168.0.101 اسم اونجایی هستش که میخوام کانکت بشم بهش، بک اسلش فیلم. این اسم در واقع اون قسمتی هستش که شیر شده در روی کامپیوتر دیگه و میبینید که کمند کامپلیتد سکسسفولی. حالا نگاه بکنید DIR زی دو نقطه تمام موارد موجود در زیر به هم نشون میده. اینجا هم نگاه بکنید یه چیز جالبی اتفاق میفته. اگر من بیام کامپیوتر رو بزنم درایو زی البته در اینجا دیده نمیشه، اما درایو لدر زی در واقع برای من در نتورک باید وجود داشته باشه. نه دیده نمیشه، اما به هر حال من زی رو بهش کانکت شدم و میتونم حتی بیام واردشم بشم. ببینید زی دو نقطه. و ممکنه از شما بخواد یوزرنیم و پسورد وارد کنید. حواستون به این باشه، اگه ازتون خواست یوزرنیم و پسورد وارد کنید باید یوزرنیم و پسوردی رو وارد کنید که روی کامپیوتر مقصد معتبر هست و به شما اجازه دسترسی به فایل های مورد نظرتون رو میده. یکی از مواردی که در اینجا وجود داره این هسته، شما میتونید در این قسمت بیاید یوزرنیم و پسورد رو وارد کنید slash user domain name slash ببینید به این شکل در واقع وارد میشه. اگر شما بیاید سی دو نقطه به شکل کامل ترش بخوام اینجا ایجاد بکنم netuse/user مثلا فرض کنید که من یوزری دارم به اسم محمد در اون کامپیوتر و بعد پشتش بگم زی دو نقطه back/back/192.168.101 back/fill. در این صورت به من میگه که البته من چون قبلا این کارو کردم که دیگه الان برام این رو اومد نشون داد که این کار قبلا کردی، منتها در این صورت به من میگفت پسورد محمد رو حالا وارد کن و بعد با اکانت محمد من میتونستم وارد اون کامپیوتر بشم. میگم این اکانت باید از قبل روی اون کامپیوتر وجود داشته باشه.